نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما هستند تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم. آقای بهرامی، ابتدا به این موضوع بپردازیم که مراسم 47 نفر از کشته شدگان خیزش انقلابی در جوانرود در حال حاضر داره برگزار میشه. اینکه مراسم یادبود کشته شدگان به فرصتی برای تداوم خیزش انقلابی تبدیل شده رو چطور میبینید؟ درود بر شما و بینندگان برنامه. بله، خب در وهله اول نشون دهنده اینه که شدت سرکوب به قدر زیاد هست که این به هر حال پتانسیل اعتراضی مردم به شکل‌های مختلفی در میاد، هر دفعه یک بروز و یک ظهور جدیدی به خودش میگیره و در روزهای اخیر این رو در قالب مراسم‌های بزرگداشت 40 یا مراسم تشییع و مراسم 3 و 7 در گذشتگان ما شاهد هستیم. خب از طرفی نشون میده که واقعا اون سیستم سرکوب جمهوری اسلامی حداقل در شهرستان ها کاملا از هم پاشیده. شما تصور کنید شهرهای کوچیکی مثل سمیرون بخش عمده ای از جمعیت شهر به عنوان مراسم یادبود میان و حضور پیدا میکنن با استفاده از بلندگو شعارهای ضد حکومتی، بر علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی، بر علیه رهبر انقلاب سر میدن. خب این نشون میده که اون سازمان سرکوبی که معمولا در شهرستان ها متشکل از بسیج محلات هست و از ابتدای انقلاب اصولا اون بحث ارتش 20 میلیونی رو جمهوری اسلامی برای این علم کرد که هر شهری رو توسط بسیجی های همون شهر کنترل کنه، حداقل الان این مسئله برای جمهوری اسلامی خاتمه پیدا کرده و جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از چنین اهرمی استفاده کنه. به هر حال شهرهای کوچیک کشته های زیادی دادن، این شهرها مردم توایف همدیگر رو میشناسن و دیگه کسی اصولا اونجا جرأت نمیکنه که در کنار حکومت قرار بگیره. یا مثلا همین تصاویری که شما از ایزه نشون دادید، خب یکی از معترضین به هر حال در درگیری با ماموران جمهوری اسلامی کشته شده، جنازش رو تحویل نمیدن، لباس‌های این فرد رو به رسم بختیاری‌ها میان خاک می‌کنن و جمعیت عمده‌ای از شهر ایزه هم همراهی می‌کنن و شعارهای ضد حکومتی سر میدن و حکومت هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. این نشون میده که واقعاً جمهوری اسلامی اگر اعتراضات سراسری باز هم مثلا مثل روزهای گذشته، مثل ماه‌های گذشته دوباره از سر گرفته بشه، دیگه واقعاً توان کنترل شهرها رو از دست داده و نمیتونه روی اون نیروی محلی که در شهرستان‌ها وجود داشت و روی اونا حساب میکرد دیگه حساب کنه. این نشون دهنده اینه که واقعا این خیزش انقلابی به یک روزها و هفته‌های بسیار تعیین کننده ای رسیده. در پیرو همین حرف شما هم میبینیم که برای امروز فراخوان‌هایی داده شده برای اعتراض بازاریان و حضور مردم در کنار اونها. اهمیت اعتصاب و اعتراض بازاریان رو الان در این برهه کنونی در خیزش انقلابی چطور میبینید؟ واقعیت اینه که بازاری ها هم مثل سایر اقشار به هر حال مختلف مردم متحمل هزینه های فراوانی شدن. ما اعتصاب سراسری و 3 روزه‌ای که قبلا داشتیم خب بسیار بی سابقه بود. بعد از جمهوری اسلامی چنین اعتصابی رو ما در کشور شاهد نبودیم. کاملا هم اعتصاب سیاسی بود، یعنی یک اعتصاب صرفا صنفی نبود، علی‌رغم این مشکلات اقتصادی که برای بازاریان در اثر سیاست های جمهوری اسلامی، نوسان نرخ ارز و مسائل نظیر این پیش اومده. ولی ما شاهد بودیم که بعد از این مسئله هم باز هم به هر حال بازار اعتصاب داغ بود، یعنی علی‌رغم این که بسیاری از اینها احضار شدن، بسیاری از مغازه ها رو برای تهدید و ارعاب قلم کردن در شهرهای مختلف، ما شاهد بودیم که همون روزی که نرخ ارز دوباره بالا رفت 2-3 روز پیش، خود بازاریان بودن که مثلا از بازار علایدین شروع کردن، تعطیل کردن و فراخوان دادن که مثلا امروز مجددا اعتصاب همراه با اعتراض در بازار به وجود بیاد. این هم یک دماسنجی هست که نشون میده وضعیت کاملا اعتراضی و انقلابیه و اصولا جمهوری اسلامی هیچ کاری برای آروم کردن اوضاع حداقل در حیطه اقتصادی نکرده. و دوم اینکه به هر حال پیوستن یک قشری که قشر اقتصادی هستن و همیشه آخرین گروه هستن که به اعتراضات ملحق میشن به خاطر اون ماهیت محافظه‌کارانه بازار و سرمایه، ورود اینها هم نشون میده که واقعا دیگه هیچ در کشور منتظر نخواهد بود که جمهوری اسلامی دست به یک اصلاحات عجیب و غریب و بیفایدهی بزنه و همه اقشار مردم، اهم از کارمند، کاسب، بازاری، معلم و سایر اقشار جامعه واقعا در این خیزش انقلابی حضور مستقیم دارند.